شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظما شیرازی در هند از لکنو همراه ما هستند تا پیرامون این موضوع توضیحاتی را برای شما بینندگان عزیز ارائه دهند. آقای ادیب، سلام و عرض ادب. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم آقای ادیب. با توجه به گزارشی که شنیدید، آیا با توجه به روند در حال رشد جمعیت مسلمانان در هند، می توان در آینده امیدوار بود که ترکیب جمعیت به نفع مسلمانان تغییر پیدا کنه و در نتیجه نقش آفرینی بیشتر در سیاست هند داشته باشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطیبین الطاهرین. عرض شد خدمت شما که این گزارشی که ما الان دیدیم و چند روز قبل هم منتشر شد از توسط دولت هندوستان، خودش در این مناقشه زیاد هست و خود حرف و حدیث زیاد هست، ولی با هذا حال جمعیت مسلمانان در حال رشد در کشور هست، اما در جمعیت هندوها هم در حال رشد است و تفاوت بین هندوها و یعنی از لحاظ جمعیتی به از مثال از مثال اگر از منابع را ما نگاه کنیم، تفاوت در سال 1951 270 میلیون بوده، الان تفاوت یا فرق بین جمعیت 810 میلیونه. یعنی هندوها 810 میلیون نفر بیشتر از مسلمان ها هستند. لذا این که اصلا خیلی وقتا از خود هندوهای تندرو مانور داده می شود که مثلا مسلمان ها اینقدر در حال جمعیت هستند یا رشد جمعیت هستند که هندوها را پس می زنن و می انجلو، این اصلا امکانش نداره. ولی الحمدلله مسلمانان در حال رشد هستن و خیلی چیزها تویش هست، یعنی خیلی چیزها درش دخالت داره و این ممکن است بیان عوامل نرخ باروری بالای مسلمانان باشد. میان مدت زیادی از نسلهای جوان بین مسلمان ها زیاده، طول متوسط طول عمر بین مسلمان ها زیاد است و این تمام این وجود تشکیل یک گروه سیاسی قوی برای مسلمانان در هندوستان چالش های زیادی دارد، چون مثلا ما یه حزب خاص مسلمانان نداریم. ما مسلمان معمولا در حزبهای مختلف هستند و نمایندگی خاصی دارند و در 10 سال اخیر نمایندگی خیلی کاهش پیدا کرده در پارلمان از طرف مسلمان. الان هم که شما در حتما شد گزارش ها حتما هست و شیا ویبز هم هست که الان ما فقط یه دونه وزیر بیشتر در کابینه اصلی هندوستان یه وزیر مسلمان داریم. یه جمعیت که 20% کل کشور را تشکیل میده، فقط یه دونه وزیر خیلی پایینه. یعنی از لحاظ تناسب جمعیت هم باید آمار وزرا، آمار کسانی که تو پارلمان هستن هم از لحاظ تناسب جمعیت باید داشته باشه. لذا برای تبدیل شدن به یک گروه سیاسی قوی، مسلمانان باید به تناسب جمعیت خود در سیاست هندوستان نمایندگان بیشتر در مجلس کشور، در نهادهای دیگر باید داشته باشند، از حقوق و توصیه‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند و این ایجاد تعادل و حفظ اون یک فرند دموکراتی میخواد و باید بین افشارهای مختلف مسلمانان هم باید اتحاد به وجود بیاد و بتوانن یک جماعت سیاسی قوی را تشکیل بدن. خیلی وقتا خود جمعیت بودن فایده نداره وقتی پراکنده باشن. لحاظ سیاسی باید متحد شوند، باید دید سیاسی و نگاه سیاسی بین مسلمان ها روشکار شود و انشاءالله امیدوار هستیم که این نسل جدید بتواند با این رشد جمعیت در سالهای آینده بتوانه یه نقش خوبی، یه نقش بهتری در جامعه و سیاست هندوستان داشته باشه. با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظما شیرازی در هند از لکنو که دعوت ما را پذیرفتند و توضیحات لازم در این زمینه را برای شما بینندگان عزیز ارائه دادند.